سلام، درس 24 رو با هم شروع میکنیم تحت عنوان سینما. خب این درس در رابطه با فیلم و سینما هست. تو بخش اول یه تعدادی از ژانرهای سینما رو بررسی میکنیم. Types of films. قبلا گفته بودیم که برای کلمه فیلم معادل مووی هم داریم، یعنی از این کلمه هم میشه استفاده کرد. A western. فیلم وسترن، خب همون چیزی که ما در فارسی هم بهش میگیم وسترن، در رابطه با زندگی در غرب و اون نحوه خاص زندگی و کابویا و این موارد هست. A cartoon هم که دقیقا باز همون کارتون هست که ما تو فارسی هم میگیم. A horror film که فیلم ترسناک هست. A comedy فیلم طنز هست. یک شکل خاصی از کمدی هم داریم که البته دیگه در قالب فیلم نیست، که بهش میگیم stand up comedy، که یه نفر وای میسه و جوک تعریف میکنه. میگم در قالب فیلم نیست، همینجوری چون با این کلمه نزدیک بود گفتم. A thriller کلن کلمه thrill، فر thrill به معنی هیجان، یک هیجان خاص، و thrill فیلم هیجانیه. معمولا فیلم های معمایی، پلیسی، حالا در این جنس فیلم جزو دسته thriller ها هستن. An action film فیلم اکشن، که خب این فیلم اکشن در واقع میتونه یک میکست باشه با مثلا با یه horror film، با یه thriller، یا حتی با یه کامدی. یعنی شما میتونید یه کامدی داشته باشید که اکشن باشه، یه ثریلر داشته باشید که اکشن باشه و مواردی از این دست. A science fiction film و یا sci-fi به فیلم های علمی تخیلی میگه. A musical فیلم میوزیکل در واقع فیلمی هست که با شعر همراهه، پر از رقص و آواز و شعر، و یه اسم خاصی هم در فارسی داشت که من الان حضور ذهن ندارم چی بود. و آخری رومانتیک کامدی، یک کمدی عشقی که مثلا بازیگری مثل آدم ساندلر تخصصش همچین ژانری. در بخش دوم داریم people in films، کسانی که در فیلم ها هستند. مونیکا بلوچی is a film star. که مونیکا بلوچی یک ستاره فیلم هست. Star هست. ستاره. She was in the new James Bond film. To be in a film یعنی در یک فیلمی بازی کردن. این خودش میتونه یه کالوکیشن باشه. میگه در فیلم جدید جیمز باند بازی کرد بود. دانیل رادکلیف played Harry Potter in the Harry Potter films. آقای دانیل رادکلیف اینجا played بازی کرد در چی؟ در فیلم هری پاتر، یا بهتر بگیم در سری هری پاتر بازی کرد. I like films by Italian directors. Directors و یا directors هر دو تا تلفظش رایج و درسته، به معنی کارگردان هست. Italian directors و یا Italian directors، کارگردانان ایتالیایی. در بخش سوم expressions ها یه سری سوال جواب های کوتاه داریم که خیلی هم کاربردی هم برای این حوزه. سوال: Have you seen the latest James Bond film? دیدی تا الان منظورشه؟ Have you seen the latest؟ latest یعنی آخرین، این جدیدترین، تازه ترین، آخرین فیلم جیمز باند رو دیدی؟ جواب که Yes, I saw it on TV. الان اینو گفتم یه چیزی یادم افتاد، یه نکته تلفظیه. اگه دقت کنین وقتی من میگم یه صدای ر میاد. I saw it on TV. این یک موردی هست که بهش میگن intrusion. یه جاهایی شما ممکنه به خصوص در انگلیسی بریتیش
بشنوید که یک صدای آر هم میاد. این صدای آر که در نوشتار نیست در واقع کمک میکنه به تلفظ بهتر. یه مثال کلاسیک هم داره، اصلا اگه یه جایی بخونید میبینید حتما این عبارت رو نوشتن. لو رنوده، لو اند اوده، که اگه بخواید سریع اینه بخونید این وسط یه دونه ر میاد تلفظ میشه لو رنوده. یه همچین حالتی داره. حالا اگر نخواستیدم ازش استفاده کنید حرفی نیست، ولی بدونید که یک همچین چیزی داریم، به خصوص در انگلیسی بریتانیایی خیلی رایجه این و خیلی ها رو خیلی جاها ممکنه اینو بشنوید. بد نیست که بدونید چنین چیزی وجود داره. سوال بعدی، Did you like the new Batman film? Did you like the new Batman film? از این فیلم جدید بتمن خوشت اومد؟ و دو تا جواب داریم. حالت مثبتش میگه Yes, I loved it. آره، عاشقش شدم. خیلی خوب. یا I enjoyed it. خیلی لذت بخش بود. لذت بردم. جواب منفی میگه که No, it was boring. Boring هم در درسای قبل داشتیم، به معنی کسل کننده و خسته کننده است. بعدی یه سوال کلیه، Do you like westerns؟ فیلم های western دوست داری؟ میگه No, I like science fiction films best. این عبارت رو قبلا هم داشتیم دیگه. ببینید I like و بعد best. این قسمت وسط رو شما میتونید تغییر بدید، در مورد چیزهای دیگه صحبت کنید، هر چیزی رو که بیشتر دوست دارید بگید. No, I like science fiction films best. یعنی از فیلم های علمی تخیلی خیلی بیشتر از هر چیزی خوشم میاد. و آخری میگه که The best action film I've seen was Jason Bourne with Matt Damon. میگه بهترین فیلم اکشنی که دیدم جیسون بورن بود با، که اینجا این با منظورش با بازی مت دیمن. و آخری میگه که If I see a horror film I can't sleep. اگه فیلم ترسناک ببینم نمیتونم بخوابم، خوابم نمیبره. دو تا نکته در بخش common mistakes ها داریم. اولی خیلی اشتباه رایجیه، به این خیلی دقت کنید، چندین بار باهاش تکرار کنید که براتون جا بیفته. ما اگه بخوایم بگیم الان مثلا چی رو پرده سینما، سینما چی دارن، سوالمون اینه What's on. این What's on رو به عنوان تیکه اولش یادتون باشه، What's on at the cinema this week. این هفته تو سینما چی هست؟ چی رو پرده داریم؟ چی رو اکرانه؟ نمیگیم What's on the cinema this week. این at معمولا جا میفته. سعی کنید این سوال رو به دو بخش، به یه بخش What's on و بعد at the cinema تفکیک کنید، تو ذهنتون بمونه. اینو فراموش نکنید. جوابش هم میتونه یه چیزی شبیه به این باشه. There's a comedy with Jennifer Aniston. یه کمدی با، چون که منظور با بازی جنیفر انستن، ریچل در سریال فرند. بخش دوم common mistakes میگه Do you go to the cinema often؟ سوال اینه که مرتب سینما میری یا سینما بروی شما، این معنی رو میده. نمیگیم Do you go to cinema often؟ توجه کردید که تفاوتش چی بودیه؟ این دوتا باکس در تو چند تا اشکال ریزن. این ذه رو باش جان اندازیم. Do you go to cinema often? نه. Do you go to the cinema often? و جوابش میتونه چنین چیزی باشه. مثلا Yes, I go every week. بله، هر هفته میرم. و یا No, I watch DVDs at home. I watch DVDs at home. که DVD میگیرم، یعنی خونه نگاه میکنم. البته این جواب دیگه داره یواش یواش منسوخ میشه. الان ملت نتفلیکس و چه میدونم امازون پرایم و اینجور چیزا نگاه میکنن. که میتونید بگید No, I watch Netflix مثلا. جاش میتونید، جای DVD میتونید اینو بگید. خب فراموش نکنید، درس خیلی ساده ای هست، اطلاعات خیلی ابتدایی در رابطه فیلم داره. حتما در کتابای بعدی ما سراغ این تاپیک خواهیم رفت. این تاپیک از اوناست که ممکنه حتی در آیلتس هم، به خصوص در بخش سپیکینگ، سراغتون بیاد و نیاز داشته باشید که در رابطه با فیلم صحبت کنید، در رابطه با مثلا بهترین فیلمی که دیدید. به این موارد دقت کنید. به طور کلی اینو عرض کنم و صحبتم رو در مورد این درس ببندم. تا
تاپیک هایی که توی این کتاب اول میبینید در واقع فاندیشن، اون فونداسیون اصلی برای ساختن لغاتتون هست. تو کتاب های بعدی هم تقریبا کم و بیش همین تاپیک هاست، فقط هی مطلب جدید بهش اضافه میشه. در نتیجه این کتاب اول رو به واسطه اینکه حالا کتاب الیمنتری هست و موارد ابتداییه خیلی سرسری نگیرید، جدی بگیرید، چون قرار است که در کتاب‌های بعدی یا در کتاب‌های کالکیشنی که تو دورهای بعدی حتما می‌سازیم مطلب به اینا اضافه بشه. در نتیجه این یک بیسی هست، فراموش نکنید. تمرین‌ها رو حل کنید، اگر سوالی بود میتونید بپرسید و من در خدمت هستم. تا جلسه بعدی.